ارشد احترام دارم به شما امیران زرجان. در امروز 13 مارچ 23 اسفند روزهای خطیر و مهمی امیرانم و اتفاقات مهمی در رابطه با ایران در ایالات متحده آمریکا داره رخ میده که به نظرم قابل بررسی است، اونم توسط شخصیت هایی که در این رشته تخصص دارن، یعنی مسائل امنیتی و اطلاعاتی و ضد جاسوسی، چون پای دستگاه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ضد جاسوسی آمریکا مسئله‌ای که تو این 3 روز اخیر در سنا و کنگره ایالات متحده آمریکا فعال بودن. سوژه‌ام جمهوری اسلامی است ایرانه و تلاش‌های ایران برای برهم زدن نظام منطقه و منافع ایالات متحده آمریکا که در این زمینه چهره و شخصیت های نهادهای اطلاعاتی آمریکا به سناتورها و قانونگذاران در کنگره توضیح دادن، یعنی مبحث خیلی مهمی است. ساعتی پیش هم که جو بایدن فرمان وضعیت اضطراری در مورد ایران رو تمدید کرد، 1 سال دیگه تمدید کرد. ببینید از زمان بالا رفتن از دیوار سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران این حکم اجرایی شده، هر سال تمدید شده تا به حال بدون وقفه. حالا باید پرسید از اونایی که از اون دیوار بالا رفتن چی نصیب ایران شد. موضوع گردان‌های الاشتر هم امروز در دستور کار، یعنی یه گروه تروریست شیعی که عواملش در ایران اقامت دارن، برخوردار دستشون در خزانه مملکت. باید پرسید بعد از 40 سال آیا شما، یعنی دولت حکومت علی خامنه‌ای، 1 میلیمتر به خواسته های خودش در مورد بحرین نزدیک شد؟ 1 میلیمتر آیا موفق شده که امنیت و ثبات در این جزیره رو به هم بریزه؟ این پرسش دیگه. یک گروه فاسد که از بحرین انتقال پیدا کردن، فرار کردن، رفتن، برخی از اونها مجرم بودن، توی زندان بودن، رفتن میخورند و میخوابند و دستشون در خزانه مملکت و میهن ماست. برنامه رو آقای رضا کیهان عزیز صدایت میکنه، صمیمانه سپاسگزارم، پیشا پیشم نوروز رو تبریک میگم. با چی هستیم؟ با کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانیفت. موضوع مهمی است، اجازه که با آقای قانیفت در میان بگذاریم، نظرات او رو و همینجا گزارش آقای قانیفت رو در این زمینه جویا میشه. آقای قانیفت خیلی خوش آمدید، درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه هموطنانمون در هر کجا که هستن و پیشاپیش آرزومند سال بهروزی و خوشبختی برای مردم ایران و آزادی ملت ایران رو داریم. آقای قانیفت، تو این 3 روز ما شاهد حضور شماری از چهره و شخصیت های برجسته اطلاعاتی امنیتی و ضد جاسوسی آمریکا در نهادهای قانونگذاری بودیم. سراپا گوش عرض کنم، هر سال یک نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا یک گزارشی رو تهیه میکنن به اسم گزارش سالیانه که تهدیداتی که متوجه ایالات متحده امریکا است در اون گنجانده شده، و امسال در این گزارش که بسیار حائز اهمیت بود در چندین صفحه منتشر شد و در اونجا بیشتر هدفشون سر تهدیدهایی بود که متوجه امریکا بود، مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین، و متاسفانه این 4 کشور هم با ساختار استبدادی در یک جبهه قرار دارند علیه نظم نوین جهانی، و رسما در هر 2 روز اسم جمهوری اسلامی در اونجا به عنوان اشرار و اوباش درخشید. و این بسیار حائز اهمیت بود که 2 روز متوالی مهمترین نهادهای امنیتی جهان درباره شرارت جمهوری اسلامی صحبت کردن، و این کاملا یک چیز به نظرم منحصر به فردی بود که شاید در تاریخ معاصر کمتر همچین جلساتی رو داشتیم با این حجم از به اصطلاح بررسی که در اون بود. آقای قانیفت، بذارید پرسش اول، یعنی بپردیم به بخش بخش این گزارش نظر شما رو جویا بشم. بخش اول، فعالیت های منطقه‌ای
و جهانی جمهوری اسلامی است. خیلی مورد توجه دیدم سناتور هست به سناتور روبیو تام کتن و بقیه و پرسش هایی که در این زمینه داشتن سرپا گوشی. عرض کنم در اینجا یک نکته که خیلی حائز اهمیت بود اینه که فعالیت های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی چند نکته بود که ایران یک تهدیدی برای منافع امریکا، متحدانش و اسرائیل در نه تنها خاورمیانه، نه تنها در نیمکره شمالی امریکا، بلکه در واقع در افریقا، خاورمیانه و در میشه گفت کل جهان، حتی مثلا اروپا هم فعالیت‌های تروریستی افزایش پیدا کرده به خاطر گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مانند حزب الله، غزه و حوثی‌ها و غیره. و ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ببخشید در این مصاحبه اگر من میگم ایران، چون در اون ریپورت نوشته شده ایران و جمهوری اسلامی نوشته نشده، بنابراین بینندگان عذرخواهیم رو قبول بکنن. در اینکه ایران قصد داره جایگاه نوظهوری رو برای خودش در منطقه درست بکنه و این جایگاه نوظهور به عنوان قدرت منطقه‌ای، ایران از دو ابزار استفاده میکنه. یکی درگیری نظامی با گروه‌های خودش که گروه‌های تروریستی هست علیه اسرائیل و امریکا، و دیگری رشد شبکه‌های تروریستی و یا حملات تهاجمی مانند سایبری. و تهران سعی میکنه که این شبکه رو و برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش بده، صرفا به خاطر اینی که بتونه یک نوع توسعه رو داشته باشه و جاه طلبی‌هاش رو پیش ببره. و نکته‌ای که خیلی جالب بود اینی که از این جنگ خانمانسوز بین گروه غزه، گروه تروریستی غزه و اسرائیل می‌خواست نهایت استفاده رو ببره، به خاطر اینکه کشورهای عربی رو بترسونه و بلرزونه مبادا اینکه با اسرائیل رابطه رو گسترش بدن. و در اینجا رسما گفته شد که تامین مالی و لوجستیکی و آموزشی و اطلاعاتی این گروه های تروریستی بر عهده جمهوری اسلامی هست. و در اینکه در اون ماجرای 7 اکتبر ایران چه نقش ویرانگری داشته، و بعد اینکه ایران حتی به سمت عربستان و عراق هم رفت که مثلا روابطی رو گسترش بده، ولی این روابط گسترش خیلی جدی نیست از دید نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا، و ایران همچنان به تغذیه این گروه های تروریستی ادامه میده به خاطر اینی که تهدیدات تروریستی علیه مقامات سابق امریکایی هم هنوز در دستور کار سلول های خفته تروریستی جمهوری اسلامی قرار داده که در یکی دو برنامه قبلی در برنامه شما این رو توضیح دادیم و اینجا نیازی به تکرارش نیست، ولی در این گزارش به صورت رسمی بهش اشاره شده بود. و اینکه ایران دچار وضعیت ناراضی در داخل هست، ولی همچنان در خارج از کشور ایران به تلاشش برای توسعه شبکه‌های تروریستی و تأمین تسلیحات برای گروه‌های تروریستی و توسعه نیروی نظامی خودش به صورت نیابتی ادامه میده. این یکی از بخش‌های اولی بود که در هر دو روز مطرح بود درباره جمهوری اسلامی. خب موردی که باز اون خیلی مورد توجهه، ببینید حالا که مسئله خیز برداشتن جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستی خیلی مطرح، موضوع سلاح‌های کشتار جمعی است، یعنی جنگ‌افزارهای کلان، جنگ‌افزارهای کشتار کلان و همینطور فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. بفرمایید. عرض کنم جمهوری اسلامی همواره ادعا داره و اونم اینه که طبق قوانین شریعت خودشون، شریعت شیعه‌گری، مثلا استفاده از سلاح شیمیایی ممنوع هست، در حالی که ایران بارها و بارها سلاح شیمیایی استفاده کرده، در مثلا در جنگ عراق در اختیار گروه‌های تروریستیش قرار داده که اونها از حمله شیمیایی استفاده کردن و گزارشاش موجوده. و دیگری مسئله هسته‌ای هست که خب امریکا اومد و یه بار اگه یادتون باشه وزیر اطلاعات قبلی علوی و بعدن خطیب گفتن که خامنه‌ای یک مرجع هست، فتوا داده، بعدن نتیجه ما از این فتوا استفاده نمی‌کنن، در حالی همه ما می‌دونیم که ملای شیعه در ظرف نیم ساعت میتونه به خاطر منافع خودش هر فتوایی رو جابجا بکنه. این بیشتر داستان هست و قصه است. و بعدن خود همون علوی در مصاحبهش گفت که گربه
در گوشه قرار بگیره چنگ میزنه. پس در این چه یعنی که جمهوری اسلامی بخواد میتونه این کار رو انجام بده. و در این گزارش تسلیحاتی اومده شده که ایران مسئله قندیسازیش رو به بالای 60% برده، قندیسازی شده 90% در اختیار داره که از این برای تولید سلاح میتونه استفاده بکنه. نهادهای امنیتی امریکا معتقدن که هنوز امریکا به بمب هسته‌ای نزدیک نشده ولی میتونه درست کنه. نهادهای اطلاعاتی امنیتی عربستان تا حدی و بیشتر اسرائیل معتقدن که درست کرده و شاید اعلام نکرده. این یک نوع به حال تفاوت نگاه تحلیلگران هست. و این مسئله برنامه هسته‌ای در پرسش و پاسخ مطرح شده بود و اینکه ایران حتی برای برجام از اون محدودیت هایی هم که برای خودش متصور بود فراتر رفته و این تهدید جهان رو در واقع با مشکل روبرو خواهد کرد، امنیت جهان رو، به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی این تسلیحات رو در اختیار گروه های تروریستی قرار بده و اونها مجهز به بمب اتم باشن، با هیچ چیزی نمیشه جمهوری اسلامی رو کنترل کرد مگر جنگ جهانی. و بعد تسلیحات موشکی که مهمترینش موشک قاره پیماست که این هم مورد توجه DIA و CIA بود که وزارت دفاع، بخش آژانس اطلاعاتی امنیتیش و CIA به این مسئله پرداختن که این چه تهدیدهایی رو ممکنه در بر داشته باشه. تشکر میکنم. و اما برسیم به بازی موضوع مهمتر، عملیات سایبری. عرض کنم در کنار مسئله نظامی که مطرح شد که ایران از نظر مسئله نظامی خیلی پیشرفته نیست، چه سپاهش و چه ارتشش که البته هر دو روی یه سکه هستن، سیستم های سلاح های متعارفی که ایران در اختیار داره بیشتر سنتی هست، در اختیار روسه و روسیه مسلطه بر مسئله نظامی ایران، چه از نظر نظامی، چه از نظر اطلاعاتی امنیتی و چه بسا بسیاری از فرماندهان نظامی ایران تحت امر روس باشن یا روسوفیل باشن به عبارت کلی. این در اینجا مطرح نشد ولی مطرح شد که جنگ افزارهای جمهوری اسلامی بیشتر تحت تاثیر سیستم روسی هست، به ویژه توانایی های موشکیش، دفاع هواییش و دریاییش، و این تهدیدها جهان متمدن رو تهدید میکنه، به ویژه اینکه ایران میخواد در کنار موشک های بالستیک که داره به سمت موشک قاره پیما بره. و بعد ایران عملیات سایبری و نفوذ مخرب داره و هر از گاهی میاد و زیر ساخت های امریکا رو با خطر روبرو میکنه و حملات پیاپی زیر ساختی داره از نظر سایبری. و نکته مهم اینه که ممکنه با کمک روسیه بیاد و در انتخابات چند ماه آینده امریکا با توزیع اطلاعات غلط، توسعه اطلاعات غلط بیاد و این مسئله رو با تهدید روبرو بکنه. ولی همواره جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کارشکنترین اکتورها و بازیگران جهانی در عرصه سیاست بین الملل ازش استفاده میکنن، یعنی نام میبرن، به خاطر اینکه ایران میاد و از حملات سایبری علیه امریکا و اسرائیل مرتبا استفاده میکنه. تشکر میکنم. اما بریم به گزارش امنیتی. به نظرم این فصل و این منزل از اهمیت ویژه‌ای هم برخورداره. در این شک نکنید که تمنای زیادی الان وجود داره در جناحای از حاکمیت در ایالات متحده آمریکا برای تغییر استراتژی در برابر جمهوری اسلامی. یعنی تردید نکنید با تغییر فضای سیاسی در آمریکا که داره به تدریج رخ میده و داریم به سمت انتخابات میریم، تغییرات در مورد ایران حتمی و قطعی است. یعنی در دیگه برای این پاشنه نمیچند. آقای قاره فرد عزیز، گزارش امنیتی. در گزارش امنیتی سه نکته بود که برای من یکی جالب بود به عنوان کسی که حالا برهاد این رشته رو دنبال میکنم. یکی مسئله فروپاشی اقتصادی ایران بود، بهش اشاره شده بود که این بسیار جالب بود که تورم تا جایی است که حکومت قادر به کنترلش نیست. حالا خودش مولدش هست، تولید کنندش هست و افراد فاسد داخل حکومت بانی و مولد فساد مالی هستند. ولی خب این مسئله تورم نکته مهمی بود، از بین رفتن ارزش پول، ویرانی ساختار اقتصادی کشور
این نکته بود که در این گزارش بهش اشاره شده بود و در گزارش بعدیش مسئله محیط زیست ویران کشور بود. دیگه محیط زیستی در ایران وجود خارجی نداره عملا. و نکته سوم که اون باز بسیار براش من فکر میکنم جا باز کرده بودن در این گزارش، مسئله مرگ خامنه‌ای بود که ایران رو دچار یک تلاطم و دچار یک موج سیاسی که نزاع سیاسی پدید میاره در بین گروه‌های متفاوت بهش اشاره کرده بودند. و وقتی به این مسئله تا حالا امریکا خیلی به صورت مستقیم شاید اشاره نکرده بود، ولی اینکه چند نهاد اطلاعاتی امنیتی بگن با مرگ خامنه‌ای ایران دچار نزاع میشه، این برای من یکی جالب و این نکته حائز اهمیت هست که خب ساختار خلافت اسلامی های اسلامی در طی تاریخ اسلام همواره بر اساس یک نوع ارث بوده، به ویژه در کنار مسئله خلافت مسئله امامت رو هم شیعه بهش اضافه کرده. کل 200 و اندی سال امامت شیعه بر ورثه بودن، ورثه‌گری و ارث میچرخه و اون وقت تنها کسی که شاید تا این لحظه خامنه‌ای تونسته به اصطلاح در کنار خودش داشته باشه فرزند خودش هست. نهادهای اطلاعاتی امنیتی هم اگر بر اون اساس تاریخ خلافت اسلامی و امامت حرکت بکنن، خب بهتر میرن سراغ ورثه، میرن سراغ مجتبی خامنه‌ای و این به جامعه ارائه دادن حتی اگر حکومت نظامی خونتا هم تشکیل بشه با چکمه و پوتین و سرنیزه هم مردم رو آروم بکنن، باز در یه جای دیگه این اوسیان به اصطلاح پدید خواهد اومد و این مسئله دور از نگاه نهادهای امنیتی نبوده و در این گزارش امنیتی به مسئله به اصطلاح بحران سیاسی داخلی با مرگ خامنه‌ای بهش اشاره شد. یعنی اگر هنوز کسانی در بیت نشستن تصور میکنن با انتخاب جانشینی همه چیز به آرامی تمام، چنین چیزی وجود نداره، پیش بینی که شخصیت های امنیتی یا اطلاعاتی میکنن چیز دیگری رو به ما میگه، خیلی متفاوت از تصوراتی که پیش از این وجود داشت. اما پرسش های یه سوال یا حرف های سناتور روبیو به نظرم خیلی حائز اهمیته. بفرمایید، راجع به ارکستراسیون هم صحبت کردین؟ بله، این آقای سناتور تام کاتن بهش اشاره کرد که شما در صفحه 18 این گزارش امنیتی گفتید ایران 7 اکتبر رو ارکستراسیون کرده. ارکستراسیون معنای موسیقیش رو بینندگان عزیز میدونن، یعنی تنظیم آهنگ، ولی در علوم سیاسی و امنیتی معنای هماهنگی است، دستور اجراست. و اینکه ایران ارکستر 7 اکتبر رو انجام داده تا حالا امریکا حق لابی های وابسته به جمهوری اسلامی رو تکرار میکرد و جناح‌های رسانه‌ای وابسته به نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران در خارج از کشور که ایران کاری نداره، ایران با سری گروه‌ها همکاری داره، بعد این گروه‌ها از ایران هم‌شنوی ندارن فلان و غیره که حالا بیننده‌ها باهاش آشنا هستن، ولی الان گفتن جمهوری اسلامی ارکستراسیون این جنایت و بربریسم رو بر عهده داشته. این نکته بسیار، یعنی واژه بسیار دقیق بود و سناتور تام کاتن هم اونجا خواست زرنگی بکنه، خب به هر حال تو کمیته اینتلیجنس و امنیت و از رئیس CIA و از مدیر کل آژانس اطلاعاتی امنیتی امریکا خانم آوریل هینز سوال کرد که آیا این واژه درسته یا اشتباهه. ایشون گفت درسته. و این به نظرم خیلی یک نوع ریلی بود، خیلی داستان. آقای روبیو هم به این نکته اشاره کرد و اونم این بود که خب جمهوری اسلامی از مرز یک سری افراد خودش رو وارد کشور کرده، خب این سلیپر سل یا سلول خفته تروریستی رو ایجاد میکنه یا نه. فوراً رئیس FBI و رئیس CIA بیشتر FBI اشاره کرد به این که خب ایران اومده و آخرین موردی هم که خواست ترور بکنه مال عربستان سعودی بود که میخواستن در یه رستورانی در جورج تاون واشنگتن این سفیر عربستان رو به قتل برسونن و اینجا بهش اشاره شد. حالا تبلیغات برخی شبکه‌های دیگه
اسامی افراد ایرانی رو مطرح می‌کردن که اینجا دیگه نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا اون رو پاک کردن و برگشتن به مسئله واقعیت امر، که اونم این بود که به اصطلاح ماموران جمهوری اسلامی می‌خواستن در واشنگتن او قتل رو انجام بدن. یعنی قتل سفیر عربستان. سفیر عربستان و آقای روبیو گفتش که این حلقه نزدیک به ترامپ هم ممکنه توسط همچین افرادی در پی گرفته بشه. نه رئیس CIA، نه رئیس اطلاعات مرکزی، نه به اصطلاح رئیس FBI تکذیب نکردن و همه گفتن که جمهوری اسلامی به عنوان تهدید تروریستی شناخته میشه و هست و باقی است و تمام تلاششون رو بر این میکنن که لیست افراد همکار تروریستی با جمهوری اسلامی رو مرتبا مرور بکنن و تمدیدش بکنن. من ببینی که جمهوری اسلامی در این امر موفق نشه. حتی FBI اعلام سراسری کرد برای کل امریکا که مردم به هوش باشن برای اینکه بتونن افراد وابسته به جمهوری اسلامی رو کشف کنن. بنابراین آقای عارف، با توجه به اینکه فهرست تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی رو 16 نهاد امنیتی گذاشتن روی میز، روی میز دستگاه قانونگذاری، هر گروهی که بر سر کار بیاد و در امریکا قدرت پیدا بکنه نمیتونه ندیده بگیره این خطر. یعنی اینا کاری کردن که تغییر استراتژی محتوم و حتمی بشه. این به نظرم اتفاق مهمی است دیگه، چون تا به حال سعی میشد که بگن انشالله گربه است و کاخ سفید هم اغلب میدیدیم، یا ندیده میگرفت، یا سعی میکرد مسائل مربوط به ایران چندان دربارش سخن گفته نشه، یا اونها قضایا رو زیاد جدی نگیرن، ولی این بار قضیه خیلی جدی است. بفرمایید. عرض کنم که این هر سال گزارش امنیتی منتشر میشه، هر سال به اصطلاح تحلیلگران میان و نکات مهمش رو بررسی میکنن. پارسال در برنامه شما راجع به نزاع‌های داخلی صحبت می‌کردیم که جمهوری اسلامی به سرکوب وحشیانه ادامه خواهد داد و دقیقاً همینطور شد و در طی سال گذشته جمهوری اسلامی هم سرکوب وحشیانه را انجام داد با اعدام‌های غیر قابل تصور و زندان‌های غیر قابل تصور. و امسال پیشبینی که هست نزاع داخلی قدرت در داخل ایرانه که یادگار بماند در این نوار ویدیویی، و دومی احتمال بروز به اصطلاح جنگ بین گورکا است، به خاطر در صورت احتمال اعلام جانشینی خامنه‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد. و من فکر میکنم زمانه به اصطلاح قدیمی ایتالیایی هست، میگن باد به پرچم فلان شخص هست، یعنی شانس رو کرده به فلان شخص. من فکر میکنم باد در پرچم کشتی مردم ایران هست و بخت و اقبال به سمت مردم ایران که در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی فروپاشی اقتصادی کرده، فروپاشی محیط زیستی کرده و جایگاه جهانی نداره، بهترین فرصت طلایی برای مردم ایران هست که تصمیم نهایی خودشون رو بگیرن. اینم نه من میگم نه آقای میبودی میگه، این رو 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی جهان دارن اعلام میکنن که ایران روی آبه و بناش بر آبه و هر لحظه امکان فروپاشیش هست. تشکر میکنم ارفان قانیفرد عزیز از حضور شما در برنامه. تشکر میکنم از رضا کیهان عزیز. پیشا پیش سال نو رو به هموطنان عزیز و ارجمنده بود تبریک میگیم، آرزو یک سال خوب و نیک و سرفراز برای ایران داریم.